آیا دکتر مروت کمرنگ شده، محبت آهنگ شده، دوستیمون تکزنگ شده؟ ببینم مگه بین من و تو جنگ شده؟ ای روزگار دلم خیلی برات تنگ شده. هرچی بخواد شده باشه، تا من معرفی نکنی من هیچ سوالی جواب نمیدم. درست های معرفی کن میدم بزن ملت بشنسن. آیا دکتر از حضورتون تقاضا میکنم این دفعه رو صرف نظر کنین. آخه وضعیت خیلی بحرانه. بحرانم باشه نباشه، مثل که تو باید مهمون گرانقدر خودتو معرفی کنی. الکی نمیدیم دیگه بشینیم. بحرانی که میگم مربوط به این دادگاه هاست. میترسم دنبال تکمیل شناساییتون باشن. خدا از خدای نگه بیان دستگیر کنن شما رو. آره آرژانتین مارژانتین ببرن آرژانتین اسپانیا اینا منگوه. البته میدونی که فروتنی ذاتی منم اجازه نمیده که بذارم تو همینجوری منو معرفی بکنی. نمیخواد اصلا همینجوری سربسته بمونه. سوالا رو بنداز. بله آیه دکتر، یه سوال هست که توی نامه با اسم مستعار حسد اومده. حسن دانایی فر. بله بله، سفیر مضروبمون تو عراق. یعنی هوش و حواس نامه نوشتن رو پیدا کرده؟ آی دکتر، یه هفته از صانعه ضرب و جرح ایشون. سپر ماشین ایشون، نه خود ایشون. سپر ماشین؟ بله. ولی سر و صورتش زخمی زیلی شده. آخه اون موقعی که نرده داشت میافتاد رو سپر ماشین، سرش از پنجره کرده بود بیرون تماشا کنه. ولی آی دکتر سه چهار جای صورتش بود. باشه، دوباره هم سرش از اون پنجره آورده بود بیرون، دوباره نرده خورده بود تو سر کله. ولی آی دکتر ببین، ولی نداره، ما میگیم کتک نخورده، تا بگو نخورده دیگه. اون که بله، اون که بله، به هر حال یک هفته گذشته هوش و حواس شو سر جاش اومده. آخه قبل از این ماجرا هوش و حواس نداشت. بر هو بابوی همیشه میفهمید بابا بادر از کذا. بله میفهمید که شوته دستش شکست. دکتر که گچ گرفت گفت 6 هفته دیگه گچ رو باز میکنیم. طرف گفت خوبه، خوب میشم. دکتر گفت آره. شوته گفت یعنی بعدش میتونم سنتور بزنم؟ دکتر گفت بله. طرف پرید دکتر رو ماچ کرد، گفت به به چه دکتر خوبی، قبلش بلد نبودم سنتور بزنم. به هر حال آیه دکتر، این دانایی پر که برای معالجه آوردنش اینجا نوشته، این خارجی هم گیجن ها. از یه طرف مقامات نظام ما رو ممنوع سفر میکنن، از اون طرف خودشون احضار میکنن به دادگاه آرژانتین و احتمالا پشترش اسپانیا. نه نه کس هیچ هم گیج نیست، خودت گیجی. اون سفری که ممنوع کردن همونیه که براش اول عکس میگیرن میکنن تو پاسپورت، بعدم میرن سفر. اینی که اینا میگن اول میبرنت، بعد یه عکس اینجوری یه عکس اینجوری، بعد همونجا نگرت میدارن، اقامت دائم، آب خونک هم سرو میکنن. آی دکتر، این مهمان پرست مشنگم که اومد جلو خارجی‌ها جس میگیره به خودمون سور زد، گفت آماده ایم همکاری کنیم. دادستان هم گفت خوبه، بفرست بیاد وحیدی وزیر دفاع رو. بعدش هم که آجاقا رفسنجانی و ولایتی تو نوبتن دیگه. بله فلاحیان و سبزعلی رضایی هم که از قبل اسمشون دست پلیس بین‌الملل هست. تازه نگفته که برای خود مقام عظما برنامه دارن. آشی پختن چه آشی، ناکس چه ضربه به خودمون زد. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکرده. بله میفهمودن که شوته از مغازه اومد بیرون داشت قشقش میخندید. گفتن چرا میخندی؟ گفت سر کار گذاشتم بشون، رفتم پول دادم ولی هیچی نخریدم. موشن شد یا همچین بذارم که این یارو گیج بشی و بخوای با دادگاه آرژانتین همکاری کنی. آیا دکتر یه چیزی به نظرم میرسه که نمیدونم اثر این ضربه هست که شما زدین یا شم استراتژیکی خودمه. شم که نداری، حتما مال ضربه است. بل چه اشکالی داره که یه مدتی تو مناسبات بین‌المللی شفاف باشیم که بهمون اعتماد کنن. مثلا همین وحیدی رو بدی بره، چه فایده ای برای نظام میخواد داشته باشه این مشنگ؟ خرج نگه داشتنش بیشتر از دخل داره. اول از زبون تو گاز بگیر، اینطوری بخوای حساب بکنی که خرج نگه داشتن خود مقام عظما از همه بیشتره. دوبابا این چه پرت و پلاییه که تو میگی شفاف باشی؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بادار از میکده. بله میفهمودن که قاضیه از متهم پرسی میدونی اگه دروغ بگی کجا میری؟ گفت جهنم. گفت خب پس چرا دروغ بگی؟ گفت اگه راست بگم میرم زندون. روشن شد که همشه بذارم که برگرده سر جای ضربه قبلی خودش. روشن آقا دکتر درست گفتی. معلومه که درست گفتم، چشمسته قدر میگی. منظورم این که درست گفتین، سآلم مال ضربه قبلی بود.
با این ضربه جدید احساس میکنم جا افتاد و درست شد. حالا یه سوال دیگه، اختلاف بین مجلس دولت رو نمیشه شما وارد بشین حل و فصل کنید؟ باز گرفتی با رو همه میگه درست شد و جا افتاد، بعد یه سوال پرت و پرت میکنه. مقام و عظمت تو این اختلاف وارد شد دیگه خارج نشد. مرحوم عبوی همیشه میفهمیدن بعد با حاضرت میکردن بله، میفهمیدن که یارو لباس شکاف برداشت برد پیش خیاط گفت درستش کن، گفت یعنی بدوزم برات، گفت نه دو طرف رو نصیحت کن شکافشون رو هم بیارن. خب قربونت برم، کار بیخدارتر از این حرف هست که بخواه با این کار رو درستش بکنم. اینو که میدونم دکتر جون، منظورم اینه که مثلا مقام عظمم یه هزینه بدن، یه تعداد نفرات مورد نظر خودشون رو بذارن کنار، یه چند نفری که مورد اعتماد آقا محمود حسن رو به این آقا محمود امتیاز بدن بیارن سر کار. آیه دکتر گرفتی ما رو هر بسته جوابتا میدم چون خیلی نمیشه توضیح داد اینجاها. تو نیویورک بچه رفت پیش وکیل گفت آقا پدر و مادرم اذیت هم میکنن، میخوام حکم دادگاه بگیرم جدا زندگی کنم. وکیل گفت باشه فعلا یه $2000 بده تا کار رو پرونده تا شروع کنم. بچه هم گفت زکی $500 میگیرن که جفتشون رو بکشن، مگه عقل مقام عظما کمه این وسط که قیمت های اینطوری بده؟ آیه دکتر بزنبادو از کجا بیاره بدبخت؟ نگاه کن آیه دکتر بزنبادو، شما مقام عظما رو ورداشتین توی این مثالی که زدین به یه بچه نیویورکی قاتل مقایسه کردی. مقام عظما رو بردی تنه یه جایی که از خداشه که به 10 بچه اوگاندایی غیر قاتل مقام عظما رو بردی.